سلام، میلاد هستم. با چهارمین قسمت از برنامه مثبت 25 در خدمتتونم. چون خیلی این سکانس طولانیه، سریع بریم که به دیدن فیلم برسیم تا بعدا صحبت میکنیم. خیلی خوب بچه‌ها، بریم که ادامه فیلم رو با هم دیگه ببینیم، بعدش در موردش صحبت کنیم. این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟ زهرمار، به تو چه ترسیدم؟ خب بابا، این وقت شب اینجا وقت من میترسیم. چه ربطی داره خب؟ ربط نداره؟ تو این وقت شب از هر کس و هر چیزی باید بترسی جز من. آره، حالا که نگاه میکنم میبینم مالا هیچ کاری نیستی، حسوس بیشتر تو باید ترسی. درست صحبت کنم؟ چه طرز حرف زدنه؟ ببخشید حضرت آقا، نمیدونستم باعث ناراحتیتون میشم. خود دوباره دنبال بازیست بابا. اصلا فکر نمیکردم همچین شخصیتی داشته باشی. گفتم شاید کمک بخوای. من تابلو کمکم کن به خودم زدم. بعد از کی باید کمک بخوام؟ از تو؟ تو چقدر بیادبی. اگه نمیخواستی اصلا جوابمو نمیدادی. من به شما جواب دادم؟ هی میگم برو بیخیال نمیشی. چی میگی تو؟ اصلا کی هستی؟ اصلا به تو چه من کیم؟ سوختی ها، بخ سوزونده. کی سوزونده؟ چی سوزونده؟ اصلا به من چه؟ تو کیو اینجا چی کار میکنی؟ باشه برو، انقدر ارسم. ببینم بچه جون، تو اصلا چند سالت که من برای تو وقت هدر کنم؟ آره تو که راست میگی، ولی بنده خدا صد تا مثل تو کف منه. آخه بنده خدا، اگه کسی به تو اهمیت میداد و نگات میکرد که کارت به اینجا نمیکشید، آخه سگ تو کف تو میمونه؟ شاید کسی به هم اهمیت نده، ولی به خودم مربوطه. هر کیم تو کف نباشه تو که بد تو کف بدبخت. ببخشید من منظوری نداشتم، در ضمن من تو کف تو نیستم. اصلا بی خیال، برو بذار راحت بشم. راحت بشی از من؟ ببینم از حرف من ناراحت شدی؟ از تو، از خودم، از همه. ولم کن، حرفات اصلا برام مهم نبود، فقط یادم افتاد چرا اینجا. خب چرا اینجایی؟ ولم میکنی یا نه؟ حقیقتا نه، کنجکاو شدم. کنجکاو چی؟ که اینجا چه گویی میخورم؟ میخوام بپرم پایین. یعنی تو میخوای بپری پایین؟ آره. یه دقیقه بیا شوخی رو بذاریم کنار. تو میخوای خودتو پرت کنی پایین و خودکشی کنی؟ میخوام خودم رو حداقل از دست تو یکی راحت کنم. خب خر، اینجوری که نمیدی. اینجا که ارتفاعی نداره، ته تهش دست و پات میشکنه. خودم میدونم، ولی وقتی از اینجا بپرم پایین این ماشینا از اون رد چن دیگه قطعا متلاشی میشن. اوه اوه اوه، یعنی در این حد؟ خب لام از اون بدبخ اگه بخواد خودشو معرفی کنه که میشه قتل عام، اگر هم بخواد فرار کنه که یوم عذاب وجدان داره، بعدش هم اصلا ممکنه تمرکزش از دست بده، بزنه چهار نفر دیگه رو بدبخ کنه. اصلا به این چیزا فکر کردی؟ به درک. فکر میکنی خودم به این چیزا فکر نکردم؟ فکر میکنی دو ساعت الکی اینجا قفلی زدم؟ مگه از همه اینا که اینجا دارن رد میشن وقتی پاشون گیر نباشن اصلا به من فکر میکنن؟ این که نشد دلیل من برم بیفتم بقیه هر چی شد به درک. این خودخواهی نیست؟ این مردم روزی هزار تا گربه رو زیر میکنن. وقتی بهشون میگی میدونی چی میگن؟ خب میخواست نیاد. خب اون حیوانه نمیفهمه، تو چی؟ نمیدونستی وقتی این ساختمونا و خیابونا رو میساختی زمینش مال همه موجوداته؟ جمع کن بابا، خودت میگی من برم بقیه به درک، حالا در مورد بشر و موجودات و انسان داری صحبت میکنی؟ اصلا به این فکر کردی بیفتی پایین پدر مادرت چی میکشن؟ بابام که حتما خوشحال میشه، ولی شاید مامانم اگه زنده بود احساس میکردم ناراحت میشه این کارو نمیکردم. خدا رحمتشون کنه. یعنی که بابا با تنها زندگی میکنی اذیتت میکنه؟ اتفاقا چون تنها نیستم اذیتم میکنم. اوه، یعنی بابات زنگ گرفته؟ آره دیگه، چی جزی میتونه باشه؟ البته دیگه انقدر که با هم دعوا کردیم از هم جدامون کرد. یعنی به خاطر اینکه بابات زنگ گرفت میخوای خودتو بکشی؟ یعنی من اینقدر اسکلم که خودم به خاطر یکی دیگه بکشم؟ خب پس چی جون بکم بگو دیگه.
باز که قفلی زدی. اصلا تو کی میگه بخوام این حرفا رو بزنم؟ خره چون من کسی نیستم، اتفاقا بهترین گزینه‌ام. نسبت به قیافت خوب زر میزنی. باز بهت خندیدم. به تو یاد ندادم با بزرگتره چطوری صحبت کنی؟ چرا یاد دادم، ولی فکر نمی کنم تو بزرگتر باشه. بابا تو خوبی، حالا بگو چی شده. ببین من دنبال دلسوزی اینجور چیزا نیستم. بگو دیگه. من عادت ندارم بخوام زندگیمو واسه هم بریزم. حالا بگو، شاید ما هم آشنا شدیم. آخه سگ به تو پا میده. نه خوشم اومد، زود تلافی کردی. حالا بگو دیگه. خب بچه ها، قسمتی رو دیدیم که دختر و پسر با هم دیگه آشنا میشن، یعنی دختر توی قاب تنهاست، پسر میاد به سمتش و یه آشنایی میخواد شکل بگیره. و تو اینجا چند تا نکته هست که باید بهش اشاره کنیم. یک اینکه این خطای عمودی که توی تصویر ما داریم میبینیم که خب ستونای پله، یک اشاره به این داره که این دوتا دنیای متفاوتن. این خط وسط جدا کننده این دوتا دنیا از همدیگه است و همین باعث شده که این دختره بهش اجازه نده وارد دنیاش بشه و برعکس پسره اجازه نده که وارد دنیاش بشه. و همینطوری رفته رفته که میبینیم اینا با همدیگه لفظی دارن دعوا میکنن، به این نتیجه میرسیم که خب این خطه رو که رد میکنه، یعنی اجازه میده که بیا تو دنیای این، یعنی این میاد توی دنیای همدیگه و میخوان که با همدیگه صحبت بکنن، بیشتر آشنا بشن در مورد حالا اتفاقاتی که براشون افتاده، واسه همدیگه صحبت بکنن. و خب این خیلی نکته ظریفیه، توی تصویرها بهش اشاره شده. خطای عمودی اشاره به اینه که دنیاهاشون از همدیگه سواست و داره جدا میکنه از همدیگه. نکته بعدی طرز صحبت کردن پسر از اول سکانس که وارد میشه، میخواد که آشنا بشه با دختره، یه جوری کنایه آمیز باهاش صحبت میکنه، یه سری تیکه ها بهش میندازه و ببینیم که دختره اینا رو جواب میده. یعنی اونجا که این میگه مثلا سگ به تو پا میده در آخر، و پسر قبلش جوابی که پسر قبلش حرفی که زده بوده بهش این بود که آخه سگ تو کفتو میمونه که مثلا اومدی اینجا، تو اگه کسی به تهمیت میداد که اینجا نمیومدی، کارت به اینجا نمیکشی. و در آخر میبینیم که دختره هم جواب بهش میده که سگ به تو پا میده، یعنی که اون جواب اون تیکهی که انداخته بود قبلا به اشاره میگه الان. و خب این نکات خیلی ریزیه که داره بهش اشاره میکنه. و همینی که این دوتا با همدیگه مثلا آشنا میخوام بشن و وارد دنیای همدیگه بشن، وارد هم بشن، همین که این دوتا میخوان وارد دنیای همدیگه بشن، با همدیگه صحبت بکنن، از اتفاقات زندگی همدیگه با خبر بشن، یه زد و نقیزی داره که این به این تیکه میندازه، این به این تیکه میندازه. و در آخر داریم میبینیم که این دوتا یه جوری دارن همدیگر هم جذب میکنن، یعنی با این حال که داره این از اون بعد میگه، اون از این بعد میگه، ولی هیچکی دلش نمیخواد این بحث رو تموم کنه بره. شاید جفتشون احتیاج دارن به این که بشینن با همدیگه صحبت بکنن و در مورد این حرف بزنن، یکم از زندگیاشون بگن، یکم درد دل کنن و اینا. خب بچه ها، این سکانسی که با هم دیدیم خیلی سکانس طولانی هست، به همین دلیل من تصمیم گرفتم سه قسمتش کنم، تو سه تا برنامه ببینیمش که خیلی بیشتر توضیح بدیم در موردش، چون خیلی سکانس مهمیه. همونجوری که تو برنامه قبلی هم گفتم همه سکانس ها مهمه، ولی خب این یکی از طولانی ترین سکانس هاست که بیشتر فیلم رو در بر گرفته. فراموش نکنید کانال منو لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت یادتون نره، و اینکه به بقیه معرفی کنید. به زودی با برنامه‌های بیشتر در خدمتتون هستیم. فعلا.